بوسه امام خمینی بر پیشانی جوان ایتالیایی. ادواردو آنیلی در 9 ژوئن 1954 در نیویورک به دنیا آمد. او فرزند جیانی آنیلی مسیحی کاتولیک، سرمایه دار و سوپر میلیاردر ایتالیایی و مالک سابق مجموعه فیات و باشگاه ورزشی یوونتوس، چندین بانک و روزنامه، مؤسسه مد و لباس در ایتالیا بود. مادر او مارلا کاراچولو دیکاستانیتو شاهزاده یهودی صهیونیست بود. پدرش جیانی آنیلی که ادواردو را وارث احتمالی میراث خاندان آنیلی می‌دید، او را برای ادامه تحصیل در رشته‌های صنعتی تشویق می‌کرد. با این حال علاقه او بیشتر معطوف به مطالعات فلسفی و عرفانی بود و در دانشگاه پرینستون آمریکا تحصیل می‌کرد. در این سال‌ها ادواردو گاهی در مصاحبه‌هایش علیه سیاست‌های کاپیتالیستی یا کارخانه فیات حرف می‌زد و در مقابل از طبقات ضعیف جامعه حمایت می‌کرد و عدم تمایل خود را برای به ارث بردن مجموعه فیات ابراز می‌کرد و در عوض علاقه خود را در ادامه مطالعاتش در زمینه ادیان و خداشناسی اعلام کرده بود. یک روز ادواردو وقتی در کتابخانه دانشگاه در حال تحقیق بود، به طور اتفاقی چشمش به قرآن می افتد و آیات آن را که به زبان انگلیسی ترجمه شده بود تورق می کند و چند جمله ای هم می خواند. بعد از این ماجرا به دوستانش می گوید: احساس کردم که این کلمات کلماتی نورانی اند و نمی تواند کلام یک بشر باشد. خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و آن را امانت گرفتم و بیشتر مطالعه کردم و احساس کردم که آن را می فهمم و قبول دارم. پس از آن ادواردو به یک مرکز اسلامی اهل سنت در نیویورک مراجعه می کند و مسلمان می شود و نامش را به هشام عزیز تغییر می دهد. اما نخستین آشنایی او با مذهب شیعه و انقلاب اسلامی ایران از طریق یکی از مصاحبه های تلویزیونی دکتر محمد حسن قدیری عبیانه، رایزن مطبوعاتی سفارت ایران در ایتالیا در سالهای 1358 تا 1361 بود. پس از یک هفته ادواردو به دیدار قدیری عبیانه در ایتالیا می رود و پیوند دوستی محکمی بین آن دو نفر ایجاد می شود. ادواردو چند بار به ایران می آید و با امام خمینی رحمت الله و آیت الله العظمی خامنه ای دیدار می کند. همچنین به زیارت امام رضا علیه السلام مشرف می شود. دکتر قدیری عبیانه می گوید در سفر مشهد او به شدت تحت تاثیر زیارت قرار گرفته بود و می گفت من وجود امام رضا را حس می کردم. وقتی از او پرسیدم از امام رضا چه خواستی، گفت خواستم که قلب پدرم را نسبت به من مهربان کند. ادواردو شیعه می شود و نام مهدی را برای خود بر می گزیند. در یکی از سفرهایش به ایران در 7 فروردین 1360 در نماز جمعه تهران به امامت حضرت آیت الله خامنه ای شرکت و در همین سفر با امام خمینی رحمت الله دیدار می کند که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران پیشانی این جوان مسلمان و شیعه ایتالیایی را می بوسد. خانواده آنیلی برای آنکه ادواردو را از ارث محروم کنند سعی می کنند تا او را دیوانه جلوه دهند. به همین منظور وی را در بیمارستان روانی بستری می کنند. به گفته ادواردو همه کارکنان آن بیمارستان یهودی بودند و ادواردو به خاطر ترس از شستشوی مغزی سعی می کند از آنجا فرار کند. سرانجام ادواردو آنیلی وقتی 46 سال داشت به طرز مشکوکی جان سپرد و جنازه اش در 15 نوامبر 2000 میلادی زیر پل فرانکو رومانو در شهر فوسانو ایتالیا پیدا و علت مرگ را خودکشی اعلام کردند. پرونده او برخلاف روال رایج در ایتالیا که اجساد را کالبد شکافی می کردند بدون کالبد شکافی و تحقیق بسته شد. برخی رسانه ها و شخصیت ها از جمله جوزپه پوپو روزنامه نگار و نویسنده ایتالیایی علت مرگ او را به استناد مدارک و شواهدی قتل و ترور اعلام کردند. انجمن اسلامی دانش آموختگان ایرانی در ایتالیا نیز ادواردو را شیعه انقلابی معرفی و صهیونیست ها را عامل شهادت او اعلام کرد. ادواردو پیش بینی کرده بود که صهیونیست ها او را به خاطر مسلمان شدنش ترور می کنند و قتلش را خودکشی جلوه می دهند. سرانجام ادواردو در قبرستان خاندان آنیلی در ویلار پروزا در پیمونت ایتالیا به خاک سپرده شد.